با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بیبانی هستم. در این روز جمعه، جمعه خشم و جمعه ای که مردم ایران به پا خواستن و بیش از یک هفته است که در خیابان ها هستن، گرچه امروز دولتی ها تلاش کردن بعد از نماز جمعه بیارن آدم ها رو توشون رو تو خیابون، ولی اونا هم در حقیقت مثل همون مردمان خشمین هستند، فرقی نمیکنه، همه مردم ایرانن. اونا هم اسیر این حکومت هستن. اونا کسانی هستن که به هر حال شاید اسمشو بشه بذاری جیر خور، کسانی هستن که دولت یا حکومت با ایدئولوژی به نظر من دیگه در کار نیست، به خاطر اینکه اخلاق از میان رخ بربسته است، اخلاقی وجود نداره. بنابراین اینا رو با ضرب زور پول و تهدید و ارعاب تو خیابون آورده، ولی این موج آرام نمیگیرد. باور من بر این هستش که ممکنه یه لحظه بره توقیف بشه ولی بر میگرده، این داستان تمامی نداره. میدونید که به حال ما برای دومین بار در این هفته از جناب آقای دکتر ایجادی، استاد جامعه شناس در دانشگاه پاریس، خواهش کردیم. ایشون هم پذیرفتن به خاطر اینکه مهر به میهن دارن و پذیرفتن که یک بار دیگه در خدمتشون باشیم. اجازه بدید که از همینجا سلام بکنیم، سپاسگزار باشیم از حضورش در برنامه، تشکر بکنیم از اینکه پذیرفت یک بار دیگر پای سخنش بنشینیم و حرفای این استاد جامعه شناس رو گوش بدیم. آقای دکتر ایجادی، به شما درود میفرستم صمیمانه، به راستی از صمیم قلب از شما سپاسگزارم که پذیرفتید یک بار دیگه امروز در خدمت شما نازنین باشیم. جناب آقای بهبانی سلام بر شما، از دعوت شما تشکر میکنم و همچنین درود بر همه ایرانیان عزیزی که این برنامه های شما رو تعقیب میکنند و به هر حال امیدوارم که همیشه دلمون با امید و با نشاط باشه. همیشه امیدوارم. عرضم به حضور شما که آقای جدی، باز هم از منظر یک جامعه شناس و از باب این که شما مسائل ایران رو دنبال کردید، مطالب شما رو یقینا کسانی که مهر به میهن دارن میخونن، دنبال میکنن، این شرایط رو از باب جامعه شناسی چه جور تعریف میکنید؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه شده است؟ بله، نکته‌ای که قبل از هر چیز میشه بیانش کرد و اون این هستش که به هر حال ما در یک مکانیزم ویژه‌ای هستیم. جامعه ایران از یک طرف دستخوش یک سلسله تغییرات مهم شده، از سوی دیگه یک سلسله مکانیزم‌های بسته و به اصطلاح زیان‌آور وجود داره. به چه معنا؟ به این معنا که در بخش اول شما در نظر بگیرید که این جامعه طی این 40 سالی که گذشته جامعه‌ای هستش که میزان شهرنشینان کاملا غلبه پیدا کردن بر روستاییان، بافت جامعه عموما بخش غالب جامعه در واقع شهری شده. این به چه معنا هستش؟ به این درز معنا هستش که طبقات اجتماعی تغییر کردن. به هر حال درسته که به فرض طبقه متوسط در زمان شاه وجود داشتش، ولی به هر حال با توجه به رشد جمعیت این طبقه در واقع از نظر کمی افزایش پیدا کرده. طبقات دیگه و یا قشرهای دیگه مانند به فرض جوانان در این جامعه رشد کردند و افزایش پیدا کردند. و از سوی دیگه در باز در داخل خود این جامعه شما توجه بکنید، به فرض مثلا ما نرخ به اصطلاح زایش تعداد بچه ها نسبت به هر خانوم یا خانواده در گذشته حدوداً بر پایه 4 بچه به اصطلاح حرکت می شد و البته افت و خیزهای گوناگونی داره. من این رو در یه سلسله مقالاتی که مربوط ویژه به جامعه شناسی جمعیت توضیح دادم، ولی که در یک کلام اینه که امروز تقریباً کمی کمتر از 2 بچه هستش در درون خانواده ها و این البته خب از نظر جامعه شناسی مربوط به اصطلاح جمعیت مسائل خاص خودشو داره، ولی کن بیان در ضمن چی هستش؟ بیان این هستش که
این تغییرات در درون خانواده اتفاق افتاده، یعنی خانواده ها به جای اینکه 5 6 تا بچه داشته باشن امروز عمدتا روی دوتا مثلا حرکت میکنه، و این معناش این هستش که به هر حال استقلال زنان در جامعه علارغم همه محدودیت هایی که ناشی از حکومت و ناشی از قوانین اسلامی هستش، این استقلال روحی زنان افزایش پیدا کرده، بالاتر رفته، و به هر حال خانواده ها در ضمن توجه کردن که فقط و فقط مسئله داشتن بچه نیست، بلکه در ذهن مسئله تربیت هستش، مسئله آموزش هستش، مسئله برحال آرامش در زندگی هستش، مسئله مربوط به بهداشت هستش، مسکن هستش، و بنابراین به این یک جانبه نمیشه حرکت کرد. این هم یکی دیگه از اون جنبه های این تحولات در جامعه هستش. یا شما باز در نظر بگیرید جامعه هستش که به اصطلاح نقش دختران در اون به اصطلاح دستگاه دانشگاهی افزایش پیدا کرده، دختران با به اصطلاح تحصیل و مدرک افزایش پیدا کردن، و این باز علارغم این جامعه بسته این اتفاق افتاده. یا به فرض شما در نظر بگیرید جامعه هستش که به شکل گسترده این دیگه همه کس میدونن این رو که استفاده میکنن از شبکه‌های اجتماعی مانند مثل به هر حال فیسبوک یا اینستاگرام و غیره و غیره، و این بیان این هستش که جامعه خودش رو در ارتباط با جامعه جهانی قرار میده، مجموعه تحولات جامعه جهانی رو میگیره در درون خودش، این رو به تبدیل میکنه به رفتار خودش یا تبدیل میکنه به آرزوها و خواستای خودش. این همین حدود یک ساعت پیش با چند نفر از جوانایی در ایران صحبت میکردم، میگفتم خب مثلا شما چه چیزی علاقه دارن؟ مثلا موزیکی که مطرح میکردن از موزیکای بیونسه بودش. خب کسانی که در غرب هستن میدونن به هر حال ایشون یکی از خواننده های برجسته این دنیای غرب بوده و دنیای جهانیه، و بنابراین نمونه این هستش که اینها پیوند برقرار میکنه و علارغم تمام به اصطلاح محدودیت هایی که گاه به گاه به وجود میارن یا اساسا موجود هستش در ساختار تکنولوژی جدید، ولی علارغم این میرن جوانان بیاموزن و آنچه که در جای دیگر هستش رو از آن خود بکنن. بنابراین این جامعه این تحولات درش صورت گرفته، و امروز جامعه‌ای که از 40 سال حرکت کرده به نقطه‌ای رسیده که در منش اجتماعی خودش، در نوع فرهنگ خودش، در نوع حتی فرهنگ مصرفی خودش، در ارتباط با تقاضاهایی که نسبت به محیط اقتصادی داره و محیط فرهنگی داره تغییر کرده و به هر حال بالا آمده، این ور و ور شده، جا به جایی به وجود آمده. خب این یک طرف. طرف دیگه طرف در واقع مکانیزم بسته است، یعنی شما در نظر بگیرید از اون بالا سیستم به اصطلاح ولایت فقیهی مطلقه یک فرد، دیکتاتوری مطلقه یک فرد هستش، این از اون نظر سیاسی که این به معنای در واقع فقدان هر گونه سکولاریسم در این، هم سکولاریسم هم مسئله پلورالیسم در جامعه هستش، و بنابراین یک مکانیزم مطلقیت و نوعی توتالیتاریسم در مثلا فرهنگی و سیاسی و مذهبی رو با خودش نشون میده، و از سوی دیگه باز در درون این جامعه شما نگاه بکنید مثلا تمام مناسبات وقتی ما میگیم رشوه بر چه پایه استوار هستش، به خاطر اینکه چون دیکتاتوری هستش، دیکتاتوری رشوه گری رو و فساد رو افزایش بیشتری میده. به طبع در یک جامعه به اصطلاح دموکراسی هم ما میدونیم فساد وجود داره، ولی در دیکتاتوری ها فساد به مراتب عظیم‌تر هستش، به مراتب گسترده تر هستش، و آنچه که امروز در ایران هستش این فساد همه جانبه که هم فساد اجتماعی، هم فساد مالی هستش، فساد مربوط به اخلاق هستش، فساد مربوط به سیاست هستش، انواع اقسام فسادهایی که در ایران هستش و جامعه در درون اون در واقع در حال به اصطلاح حرکت هستش، این رشوه‌خواری ها، این فساد نفس جامعه رو میگیره. جامعه میخواد از یک سو شفاف باشه، ولی این جامعه نمیتونه شفاف باشه، برای اینکه اون مکانیزمی که در روحی عمومی این جامعه از بالای به اصطلاح ولایت فقیهی بگیرید شما تا بیایید در تمامی به اصطلاح خطوط تشکیلات اداری و تکنوکراسی ایران و بوروکراسی ایران، تمام اینها سلسله مراتبی هستش که تک تک اینها اون مکانیزم به اصطلاح
وابستگی و رشوه‌خواری و فساد رو در درون خودش اینا چی باز تولید میکنه و اساسا این خودش تبدیل به یک زندگی میشه. زندگی جز رشوه‌خواری، زندگی جز فساد معنای دیگه نمیتونه داشته باشه. اینه واقعیت. در صورتی ما در یه جامعه دیگه باشیم، جامعه عادی هستش، در زن در اون جامعه چی هستش؟ زندگی هست به تبع، و در درون این زندگی چی هستش؟ جنبه های فساد هستش، جنبه های به هر حال نارسایی هستش، غیر زاری. حال آن که در ارتباط با جامعه ما فساد و رشوه یک فساد به اصطلاح ساختاری هستش و زندگی به اصطلاح رسمی کشوری باید فاسد باشه. و این چرا باید فاسد باشه؟ به خاطر همین مکانیزمی که در بالا میگه که از من شما حساب نخواهید، یعنی به عنوان به اصطلاح ولایت فقیه، و بنابراین کسانی از نظر سیاسی نمیتونن از این فرد در واقع حساب رسی بکنن. در زمینه مسائل مالی، در زمینه مسائل بوگاهای وابسته به سپاه، در ارتباط با مسئله آستان قدس رضوی، غیر و ذلک، همه در یک پوشش کاملا محرمانه و به اصطلاح مافیایی باقی میمونن. خب به این خاطر هستش که این جامعه، جامعه بسته از یک طرف، بنابراین از سوی دیگه جامعه‌ای که میخواد باز باشه، و این تصادم جامعه شناسانه رو به وجود میاره. از یک طرف جامعه میگه که خب برید درس بخونید، دارای دیپلم بشید، برید جلو، دنیای آینده مال شما هستش، برید دانش بیاموزید و به جهان بشناسانید که ما میتونیم مردمان خوشبختی باشیم. از سوی دیگه میبینید که کسانی که در واقع در این مکانیزم دانشگاهی و محیط به اصطلاح شغلی روش میکنن، کسانی هستن که دارای در واقع نوعی ارتباطات شبکه‌ای، مافیایی، خانوادگی، باندی، آقازاده ها هستند که به راحت تر در این مکانیزم اجتماعی جایگاه پیدا میکنن، و جایگاهی که اینا کسب کردن جایگاهی متناسب با شایستگی های این افراد نیست، بلکه بر اساس ضوابط هستش که اینها در این مقام یا اون مقام قرار گرفتن. بنابراین این منجر به چی میشه؟ منجر به این درگیری میشه. این جامعه از یک سو میخواد که رشد بکنه، میخواد که باز بشه، میخواد که در واقع به نحو دیگه روی پای مستقلانه خودش، روی حرکت خردمندانه و در ارتباط با جامعه بین‌المللی حرکت کنه، از سوی دیگه یک مکانیزم حوزوی، یک مکانیزم شدیداً استبدادی اسلامی شیعه‌گری و تمامی مکانیزم موجود سلسله مراتبی که از بسیجی شما بگیرید و از مدیران به اصطلاح ادارجات دولتی بگیرید و از مداخله های مستقیم و غیر مستقیم این نظام دینی بگیرید و تمام مکانیزم های کنترلی که در مساجد هستند و غیر و غیر بگیرید، همه اینها کنترل کننده، همه اینها در واقع زیان آور هستش. به این خاطر هستش که در ارتباط با این وضع که به شدت بحرانزا هستش، در دل خودش این شرایط به ناگزیر در جستجوی این هستش که خودی نشون بده، یعنی این مکانیزم بستر بکشه به زیر سال، این مکانیزم بستر بهش ضربه وارد بکنه. شما در زمانی که در یک جامعه دموکراسی وجود داری، دموکراسی اجازه در درون دموکراسی، ما بحران داریم البته در فرانسه، در آمریکا، در جای دیگه بحران داریم، ولی همیشه این بحران ها به لحاظ عمدتا مسالمت آمیز حل میشن، و اون لحظه هم که به اصطلاح ممکنه به شکل به اصطلاح یک مقطعی حاد جلوه حادی به خودش بگیره، به لحاظ این پتانسیلیتی که در درون این دموکراسی وجود داره، این بحران ها خودشون رو تخلیه میکنن، خودشون رو در واقع باز میکنن و راه حل های جدیدی در برابر جامعه قرار میگیره. در صورتی که در ایران این شرایط بلوکژی که وجود داره، این شرایط وابسته به اصطلاح استبدادی و محدودی که وجود داره، منجر به چی میشه؟ منجر به آتش فشان میشه، منجر به شورش میشه، منجر به این میشه که به شکل در واقع دوره‌ای بتونن ملت دوباره از یک موقعیتی استفاده بکنن و اون خشم خودشون و اون کینه خودشون رو به این ترتیب به هر حال چی نشون بدن. به این خاطر هستش که از نظر واقعیت کنونی جامعه ما، یک جامعه هستش که از همون ابتدای آمدن بر قدرت، این قدرت سیاسی مذهبی مطلقه جز بحرانزایی و بحرانزایی های گوناگون چیزی که نمیتونسته وجود داشته باشه. منتها این بحران ها چون در درون یک استبداد هستید، استبداد و ایجاد ترس و ایجاد وحشت
در سعی کرده شده که جلوی این بحران ها جلوش در بروزشون ازش جلوگیری بکنن، ولی اونجایی که به هر حال این میزان فشار به هر حال به حدی برسه که اینها راه دیگه ای ندارن که سرریز بکنن در درون جامعه، به این خاطر هستش که ما این بار هم به عنوان یکی از قواعد گوناگون این جامعه بسته متوجه شدیم که از حداقل این یک هفته ای که گذشته این جامعه دارای در واقع آتش هستش، دلش میخواد باز بشه، دلش میخواد آزاد بشه، دلش میخواد موسیقی داشته باشه، دلش میخواد بچه‌هاش سر کار باشن، دلش میخواد با جهان کنونی در واقع مرابطه صحیح داشته باشه، دلش میخواد این ثروت‌های مملکت برای جریانات تروریستی که در حزب الله لبنان باشه و برای رژیم اسد و غیر ذلک هستش استفاده نباشه، دلش میخواد که منابع این کشور، ثروت‌های این کشور برای سربلندی خود مردمان اینجا باشه، و چون نیست بنابراین خشمش رو به این ترتیب نشون میده. کاملا ممنونم، کاملا فرمایش منطقی و درستی است، ولی به نظر من آقای جدی این داستان تمامی ندارد. یعنی ممکنه امروز، همونطور که عرض کردم، ممکنه امروز اینو بتونه یه جوری عقبش بزنه، ولی نمیتونه بهش پایان بده، چون که مهمترین معضلی که این نظام داره وضعیت پایه‌های اقتصادیشه، و تو این بودجه ای رو که مطرح کردن، درخواست پول زیاد برای سپاه، نمیدونم حوزه‌های علمیه، در حالی که مثلا بخش محیط زیست رو حذف کردن، کلی از بودجه ها رو زدن، بودجه های عمرانی رو حذف کردن، ولی به جاش به بودجه نمیدونم آیت الله بهمان و آیت الله بسمان زیاد کردن. خب مردم میبینن اینا رو، ولی اون چیزی که واقعا لمس میکنه اینه که خب گرانه، هوا نیست، آلوده است، همه چی مریضش رو دستش مونده، مریض خونه کثیفه، مطب دکتر کثیفه، دکتر کارشو انجام نمیده، کار دیگه میکنه، همه چیز در آشفته. بذارید پامونو بذاریم به بیرون و وضعیت رو از بیرون بهش نگاه کنه. این سیاست هایی که در طی این سالها جمهوری اسلامی، خب معلوم شد که پول زیادی رو آقای اوباما آزاد کرد، در اختیار اینا گذاشت، ولی معلوم نشد پول کجا رفت، چه اتفاقی افتاد، و در حالی که اون یارو حسن نصرالله گفت تا ما همه ایران حمایت میکنه، حماس میگه هر فشنگی که ما چی میکنیم، شلیک میکنیم، ایران دو تا فشنگ به ما میده. چیه وضعیت ایران رو در بیرون، این جنگ خطری که بالاخره ایران رو تهدید میکنه علی رغم حکومت حاضر، مسئله گورکایی هستن که پیرامون ایران هستن، وضعیت منطقه است، آشوبی که همه جا در لیبی، سوریه، عراق، همه کشورها وجود داره، و وضعیت رقبتواری که الان در لیبی همه شاهدش هستن، بازار برده فروشی، و این در حقیقت فشاری که بیرون داره به ایران میاره. این صحنه رو چجوری تعریف میکنه؟ آیا ایران قادر از این راهی که رفته برگرده؟ به نظرت میتونه این خرجی که در بیرون کرده برای جنبش‌های مقاومت از اینا دست بکشه؟ آیا دست کشیدن از اینا کمکش میکنه؟ چجوری میبینی این صحنه رو؟ بله ببینید، من فکر میکنم که آنچه که در داخل ایران اتفاق افتاد، سلطه یک طبقه جدیدی که از ترکیب روحانیون باشه و بنابراین این طبقه جدیدی در دل اون که پاسداران و سرداران سپاه باشه و مجموعه تکنوکراسی موجود در ایران، اینها در مجموع خود یک طبقه جدید رو به وجود آوردن، و این طبقه جدید از اونجایی که دارای یک ایدولوژی انحصارگرانه در داخل هستش، بنابراین بخش مهمی از، چون ما آمار دقیقی نداریم نمیتونیم متاسفانه با دقت برخورد بکنیم، ولی به هر حال بر اساس تخمین هایی که زده میشه چیزی بین 40 تا 60% اقتصاد ایران رو
اقتصاد بنیادها، اقتصاد آستانها، اقتصاد سپاه پاسدارانها و مجموعه شرکت‌های بیش از 1000 شرکتی که وابسته به سپاه هستش زیر کنترل و زیر پوشش اینها این اقتصاد به صلاح می‌گرده. اونتا اقتصادی می‌گرده اقتصاد بازار به صلاح آزاد نیست، اقتصاد به معنای و مفهوم سرمایه‌داری کلاسیک نیست، یک اقتصاد شدیداً فاسد به معنای رانتی و مافیایی هستش که عین گاوی که پر از شیر هستش و شیر میده همینطور میدوشن بدون اینکه اعلام بکنن که این میزان شیرهایی که دارن میدوشند و میبرند چه میزانی هستش و بابت تمام این اقدامات هم حتی یک قرون چی یا یک ریال مالیات نمیدند. خب برابر این وضعیت داخلی اینها هستش و برای انحصار سیاسی اینها در ضمن بیان انحصار بر اقتصاد هستش، انحصار سیاسی استبدادی در ضمن در کنارش انحصار اقتصاد رانتی هستش که تمام این طبقه رو در واقع چیکار میکنه؟ اینها رو در واقع نیازهای اینها و جاه طلبی اینها و منافع اینها رو جبران میکنه و کسی هم نمیتونه از اینها سوال بکنه، کسی نمیتونه سوال بکنه. چرا؟ به خاطری که اینها همه در درون خودشون وابسته و پیوسته هستن، اینها زیر تمام پوشش ولایت فقیه میگرده و به این ترتیب در داخل خودشون تقسیم قوای تقسیم برحال ثروتهایی کردن، ولی که این رو با همدیگه متحدانه انجام میدن. خب حالا اینها وقتی میرسیم به منطقه، این مدل اقتصادی و سیاسی انحصاری در سطح جامعه، در سطح منطقه معناش چیست؟ معناش این استش که شما اگر نگاه بکنید جمهوری اسلامی از همون ابتدا خواستان این بود که انقلاب اسلامی رو به اصطلاح صادر بکنه. حالا بگیم که در اون گام های اول این خواست به اصطلاح صدور انقلاب بر پایه نوعی ایدئولوژی های اسطوره‌ای و من اسمش میذارم ایدولوژی هایی که بر پایه مدل اولیه اسلام جنگ ها و یا قضاوات محمد و خلفا بود و در واقع این جنگ ها رفتن به جاهای دیگه و معنای استعماری داشته و داره و امروز بعد از این 40 سالی که اتفاق افتاده اون به اصطلاح گفتار اولیه انقلابی دیگه نیست که بگم که ما مثلا انقلاب رو صادر بکنیم، ولی که پیوسته این طبقه در جستجوی این هستش که اون هژمونی طلبی، سلطه طلبی خودش رو که این امر با چاشنی های دیگه این تقویت پیوسته شده، یعنی دعواهای با آمریکا، دعواهای با عربستان سعودی، دعواهای ساختگی که با اسرائیل وجود داشته، همه و همه تو این باغ هستن، تو این مسیر قرار میگیرن که چی؟ که این در واقع سلطه طلبی و این هژمونی گرایی این طبقه در ارتباط با خود منطقه کماکان به عنوان یک نبض فعال حرکت بکنه. به این معنا هستش که اگر اینها پیوسته توجه کردن که حضورشون در منطقه افزایش پیدا بکنه، این حضور رو نه بر پایه در واقع یک پروژه های صحیح فرهنگی که هر کشور معقولی میتونه داشته باشه، بلکه اساساً بر پایه امر نظامی، سیاسی، ایدئولوژیکی و جاسوسی، یعنی مسئله هژمونی سیاسی و نظامی منظور نظرشون بوده و در همین چارچوب هم هستش که سیاست های به اصطلاح تسلیحاتی، سیاست های موشکی و سیاست های اتمی اونها قابل معنا هستش و به این خاطر هستش که حال که امروز اینا تونستن پل بر محکمی بسازن بین ایران و پس از اون با توجه به شرایطی که در عراق وجود داره عراق و پس از اون برسن به سوریه و پس از اون برسن به لبنان، این در واقع حالا برخی میگن این هلال شیعه، ولی به هر حال یک واقعیت هستش که این بخشا به هم حدوداً متصل شدن، یعنی یک ادامه کاری برای رژیم ایران به وجود آمده و این از نظر استراتژی
جمهوری اسلامی در منطقه برای جمهوری اسلامی و برای این طبقه حاکم موجود در ایران، این در واقع یک برد محسوب میشه و تمامی محافل جهانی هم البته به این به اصطلاح تاکید دارن که این به هر حال غیر نمیتونیم ما این واقعیت رو در نظر نگیریم و اینکه به هر حال جمهوری اسلامی تونسته در این زمینه میخ خودشو به قول معروف بکوبه و یک نوعی در واقع پیروزی استراتژیکی بر اون برای اونها هستش، هرچند که این میتونه در درون خود شکندگی‌های زیادی داشته باشه. حال اگر ما این رو قبول داشته باشیم که این در جستجوی این سلطه طلبی، در جستجوی این هژمونیسم بودند و هستند و به لحاظ فشارهای بین المللی اینها نمیتونن همیشه به شکل اوریان و روشن و خیلی باز عمل بکنن، ولی علارغم تمام فشارهایی که وجود داشته اینها تونستن چی؟ اینها تونستن به هر حال بشار اسد رو نگه دارن بر سر کار، البته به تبع با کمک‌های بسیار مثلا وسیع نیروی هوایی روسیه، ولی کم بر نقش جمهوری اسلامی در این زمینه بسیار مهم بوده. پول‌هایی که ملت ایران در واقع از حلقوم ملت ایران در آوردن و ریختن برای اسد بی نهایت در واقع اینها گسترده و وسیع بوده. و حالا یک مطلب دیگه باقی مونه، اگر این سیاست سیادت طلبانه و هژمونیستی در شکل سیاسیش، در شکل نظامیش به این ترتیب تجلی میکنه، خب آیا این معنای اقتصادی هم داره؟ من فکر میکنم حتما داره. یعنی چی؟ یعنی که فقط مثلا اینها حضور نیست، فقط مثلا اینها رقابت جویی سیاسی با عربستان نیست که اونها هم هست، فقط مثلا اینها استفاده کردن از یک حربه ایدولوژیک علیه اسرائیل نیست، بلکه در ضمن منافع اقتصادی معین هستش. یعنی چی؟ یعنی میگم که این طبقه‌ای که در ایران در واقع به یک اقتصاد رانتی انحصاری رسید، امروز داره فکر میکنه. فقط شما مطمئن باشید، شما مطمئن باشید شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران برای ساختمان سازی، برای راه سازی در کجا؟ در سوریه امروز دارن حساب کتاب باز میکنن. اونها متوجه شدن که امروز در اینجا به عنوان بازاری که برای خود هستش باید بهش نگاه بکنن و بنابراین این تمایل به حضور سیاسی اینها با تمایل به این که اینها بازار و این کشور رو هم زیر کنترل خودشون داشته باشن مورد توجهشون هستش. شما اینو قطع بدونید، حتمی هستش. و همچنین در ارتباط با عراق به این خاطر هستش که من میگم که این طبقه ای که اومده بر سر کار با وضعیت انحصار طلبانش در منطقه هم در ادامهش همین هستش، یعنی سیادت سیاسی و سیادت اقتصادی. البته امر ساده نیست. چرا ساده نیست؟ به خاطری که به هر حال آمریکا به شدت این مسئله رو زیر کنترل قرار میده، قدرت های منطقه دیگه مانند عربستان و حتی ترکیه این رو به شدت دارن نگاه میکنن، توجه بهش دارن، نمیخوان در واقع برای جمهوری اسلامی این پیروزی ها به شکل آسون به اصطلاح به دست بیادش یرفا. و چه بسا آنچه که در ایران اتفاق افتاده طی یک هفته اخیر، من فکر میکنم که برای کشورهایی مانند آمریکا و یا عربستان سعودی، برای اینها میگه که بین خودش میگه خب ما میخوام از این موقعیت استفاده بکنیم چه بسا. یعنی چی؟ یعنی که اینها هم در ارتباط با به اصطلاح محاسبات خودشون امید میبندن که آنچه که در ایران اتفاق میفته منجر به تضعیف رژیم بشه، تا این تضعیف رژیم منجر به ضعف رژیم در منطقه بشه. یعنی اگر چنانچه این روند مبارزاتی در ایران ادامه پیدا بکنه، این جنبش اعتراضی کنونی باز بره و سنگرهای جدیدی رو برای خودش باز بکنه از نظر سیاسی، از نظر در واقع به عقب نشوندن این حکومت اسلامی، چه بسا در متوسط مدت منجر به این بشه که چی؟
نتایجی اگر عقب نشینی واقعی صورت بگیره ضربه بخوره به رژیم در داخل ایران، میتونه نتایجی در کل منطقه حتی داشته باشه در ارتباط با حضور ایران در کجا؟ در عراق و در سوریه و یا حتی در لبنان. و به این خاطر هستش که محافل غربی مانند آمریکا از این زاویه به این آنچه که در ایران هستش در واقع بهش توجه دارن، چرا که منافع خود را میطلبند. آنچه که به ما مربوط هستش این هستش که ما دو نکته و این رو خاتمه میدم. یک، اینکه در داخل ایران باید به شکل قاطع از این جنبش های دموکراتیک حمایت بشه، اینها رو تشویق باید کرد، اینها رو تا اونجایی که میسر هستش اینها رو در واقع اون در اون رسیدن به اهداف خودشون مورد حمایت خودش آدم باید قرار بده، به خاطری که اینها در زیر این فشار جاسوسی و نظامی و پلیسی حکومت ایران دارن تلاش میکنن و 24 نفر تا به حال جان باختند از یک طرف. از سوی دیگه بنابراین ادامه پشتیبانی از این جنبش که این جنبش به حق خواستای اینها به حق شعارهایی که دادن اینها به حق هستش، بنابراین مورد حمایت و دفاع ما باید باشه. و از سوی دیگه ما هیچ منفعتی نداریم که سیاست کنونی این که جمهوری اسلامی به پیش برد ایران داره چنین سیاستی در منطقه باشه. سیاست کنونی رو من به عنوان نوعی سیاست استعماری، نوعی سیاست هژمونی طلبی تلقی میکنن و ارزیابی میکنن و این به ضرر منافع کوتاه مدت به خاطر اینکه منابع مالی ما رو میخوره و به ضرر منافع متوسط مدت و دراز مدت ایران زمین هستش. و به این خاطر هستش که مناسبات ما در کل منطقه کاملا باید دگرگون بشه. ممنونم از شما. عرضم به حضور شما که یکی دیگه از مشکلاتی که وجود داره واقعا و من به کرات در این مدت اشاره کردم، هر وقت که فرجه‌ای بود فرصتی بود در میان سخن بزرگان گفتم به مردم که باید برن در داخل از زندان ها از درون اونجا که در حقیقت رهبرانی که درون ایران هستن رو به یاری به طلبن، حمایتشون کنن و اونها هم طبیعتا به تنهایی نمیتوانن کار رو حل کنن، باید اونها هم پیوند بخورن با نیروها، شخصیت هایی که در خارج کشور هستن. ولی ما یه خلأ بزرگ میبینیم و اون اینجا هست. از منظر جامعه شناسی چطور میشه این حرکت رو تعریف کرد؟ یه حرکتی که در حقیقت رهبری مشخص و معین ندارد اما دائما در حال طغیان و حرکت و سیلان هست، این به کدام سمت و سو کشیده خواهد شد؟ آیا توان این که از درون خودش بزاید و رهبری رو بیرون بکشه داشته؟ تاریخ چنین چیزی رو به ما نشون میده؟ از منظر جامعه شناسی چجور تعریف میشه؟ بفهمید تا بشنم. بله، ما در بسیار از جنبش ها و انقلاب ها پیوسته با حضور احزاب و حضور لیدرهایی بودیم که اینها نقش سازمان دهنده و نقش هدایت کننده داشتند. شما به فرض انقلاب چین رو در نظر بگیرید، به هر حال واقعیت این هستش که انقلاب چین با حزب کمونیست چین و به رهبری ماو و بخش دیگه از رهبران اونها به سرانجام رسید. شما انقلاب روسیه رو دارید، انقلاب روسیه هم باز به اعتبار بلشویک‌ها و لنین به سرانجام خود رسید. خب به تبع این واقعیت مثلا یا مورد کوبا رو داریم به همچنین. ولی که همیشه در تاریخ به این ترتیب نبوده که از دیرباز یک به اصطلاح جنبشی دارای رهبرانی باشن که از قبل مورد تایید قرار گرفته باشن، از قبل دارای یک شناسنامه گسترده‌ای باشند و غیر و ذالک. حرفا خود زمینهای تاریخی دوران حاد بحرانی زمینه‌ای هستش که عناصر مستعد رو بکشه بالا، یعنی این افرادی که رهبر میشند این افراد خلق و سائه نیستن، از آسمون نمیان. این افراد در ارتباط با تشکیلات چون قرار میگیرند نقش رهبریتشون برجسته و بارز و شفاف میشه. حال آنکه این عناصر با کیفیت در درون جوامع وجود دارن،
این مسئله این هستش که چون ما در یک جامعه استبدادی هستیم، استبداد مرتبا هر گونه اقدام تشکیلاتی رو سعی کرده که نابود بکنه، چرا که خطر رو در تشکیلات و در سازماندهی میبینه. و برابری در دورهای اخیر حتی میدونی که این فرد یا اون فرد به هر حال جزو به هر حال افراد سیاسی یا قدیمی هستن، چه بسا بهشون به زیاد چیزی توجهی هم حتی نکنه این حرفا، چرا که از اون تا به حال اون جنبه اصلی رو، خطر اصلی رو بر خودش، تشکل رو به اصطلاح به عنوان مسئله اصلی میبینه. ولی هم به هر حال در جامعه ایران، این جامعه 80 میلیونی، این جامعه که به هر حال افرادی هستن که من مطمئنم کسانی که در دانشگاه ها هستن، کسانی که از افراد سیاسی هستن، کسانی هستن که در واقع به لحاظ شرایط بسته نتونستن خودشون رو نشون بدن و بالا بیارن، شاید بی توجهی بوده، شاید جرأت کامل و لازمی نبوده، شاید در واقع ابتکارهای لازم رو به کار نبردن. اینها میتونه دلایل های گوناگونی داشته باشه یارفا، ولی که در شرایطی که بحران میشه اون حسابگری های شخصی یا خانوادگی کنار میره، این هیجان، این شور انقلابی، این مسئله تعهد نسبت به جامعه افزایش پیدا بکنه، زمینه سازی میشه که این افرادی که به هر حال در دل جامعه وجود دارن کم کم خودش رو نشون بدن. و این رو در نظر ما باید داشته باشیم، نه ایران در ارتباط با ایران، نه خارج میتونه به اصطلاح اعلام کنه که من رهبر هستم، شما به اصطلاح منو به اصطلاح رهبر خودتون قبول مورد قبول قرار بدید، و از اون طرف هم نه کسانی که در ایران هستن میتونن ادعا بکنن که کسانی که این همه به هر حال افرادی که در خارج کشور هستن، اینها به هیچ وجه قابل به اصطلاح استفاده برای جامعه و محیط ایران نیست. بلکه نگاه معقول در این هستش که ما امروز در جستجوی این باشیم که در داخل و خارج، شاید در خارج راحت تر باشه، که در کشورهای مختلف افرادی که ما میدونیم اینها مورد در واقع اعتماد هستند، نه صرفا جنبه این که چگونه فکر میکنه و نه در ارتباط با وابستگی های حزبی، اینها افرادی هستند که دارای یک نوعی خردمندی هستند، افرادی هستند که شناسنامه مبارزه داشتند، افرادی هستند که دارای نگاه و جایگاه دانشگاهی هستند، افرادی هستند که دارای در واقع به اصطلاح شایستگی های فرهنگی، شایستگی های علمی هستند، و اینها کم نیستند در این مملکت ما و در خارج کشور ما. به این خاطر هستش که چه بسا خوب باشه، مناسب باشه که این عناصر که امروز هر کدوم از این افراد کاملا پراکنده هستند، حداقل ارتباط ها، حداقل روابط رو با خودشون داشته باشن، یعنی به وجود بیارن، به خاطر اینکه این چنین امری وجود نداره، و این امر وجود نداره به خاطر اینکه شکلهایی که در گذشته وجود داشته شکلهای سازمانی بوده، شکلهای سازمانی به هیچ وجه قابل اعتماد نیستن به دلایل گوناگون که خود این یک مطلب دیگه میطلبه، یک تحلیل دیگه میطلبه، بلکه بحث من بر سر روی شخصیت ها هستن، که این شخصیت ها ممکنه در این حزب یا اون گروه هم باشه، بلکه به عنوان شخصیت صحبت کنه که مسئله مرکزیش مسئله آینده ایران هستش، مسئله مرکزیش مسئله همبستگی ملی برای بخش های گوناگون مردمان ایران هستش، مسئله اصلیش این هستش که چگونه در ارتباط با خطرات گوناگونی که میتونه جامعه ما رو تهدید بکنه، از مسئله به اصطلاح جدایی طلبی های احتمالی یا خطرات اینکه فلان جریان وابسته بیاد بخواد به چیزی سوار بشه و غیر و ذالک، این حرفا به نوعی به هر حال درایت و این عقلانیت رو داره که چی؟ که اینها رو رصد بکنه، که اینها رو بهش توجه بکنه، که یک نوری یا به هر حال حداقل امیدی رو هم تولید بکنه. و در ضمن این پیوند اگر چنانچه با داخل که حتما حسن متا اینها به لحاظ وضعیتی که رژیم داره، میزان کنترلی که میکنه، یعفا به تبع یک نگاهی میطلبه، یک برخوردی میطلبه که وضعیت اونها به خطر نیفته، ولی که این رو باید رفع، ما ناچار هستیم. این جامعه به این بزرگی، این جامعه با این سابقه باید بتونه دارای
افراد نخبه‌ای باشه، شایسته افراد شایسته‌ای باشه که اینها حداقل به شکل جمعی بیان خرد جمعی داشته باشن و این خرد جمعی رو به جامعه بگن که ما هستیم و مورد توجه قرار بدن، آنچه که باید مورد توجه جامعه. به این بحث هم به این بحث این نیستش که اینها ستاد رهبری درست بکنند و یفا، نه، این در روند خودش باید این رو دید. ولی که امروز جامعه احتیاج داره که به هر حال ما اتوریته لازم داریم، یعنی یک اتوریته زمانی هستش که میتونه اتوریته یک شخص باشه به خاطر اینکه کاریزماتیک هستش. اون زمانی که انقلاب اسلامی در ایران روی داد، به هر حال مسئله شخصیت کاریزماتیک خمینی بود که این در واقع به اعتبار سلسله مراتب مذهبی، تمامی مساجد، تمامی حوزه ها، تونست بر این طبل اسلامی بزنه و بر اساس شیعه‌گری تمام مکانیزم حرکات اجتماعی رو زیر قبضه به اصطلاح کنترل و قبضه خودش قرار بگیره و بر اینها سوار بشه. و برابری سوار شدنش به این معنی بود که جامعه هم خردمند نبود به اندازه کافی، جامعه هم در واقع دموکراسی طلب نبود به اندازه کافی، جامعه هم طرفدار قانونگرایی به معنای مدرنش نبود و به همین خاطر بود که اکثریت مردم لبیک بهش گفتن و گفتن بله جمهوری اسلامی آری. بنابراین اون به هر حال یک نقش کاریزماتیک داشت. این نقش کاریزماتیک در این دنیایی که به هر حال قانونگرایی بسیار بسیار ضعیف بود و این وهمگرایی، این دینگرایی، این در واقع اسطوره‌گرایی، این خرافه‌گرایی، به هر حال دست به دست هم دادن اینها و اون فرد کاریزماتیک رو روی دوشهای خودشون به قدرت رسوندن. حال امروز بنابراین ما چنین وضعیتی نداریم، نه اون سیستم های تشکیلاتی سازماندهی که اون به اصطلاح آخوندهای شیعه داشتن و نه در واقع اون به اصطلاح رهبر کاریزماتیک که اون ساخت. این فرد کاریزماتیک همینه، همیشه به معنای مثبت نیست. البته فرد به فرض مانند هیتلر یه فرد کاریزماتیکه، یعنی یک ویژگی های شخصی داره که قدرت داره افراد رو به حول نظرات خودش بسیج بکنه. به این معنا مسئله دوگل در فرانسه یک فرد کاریزماتیک هستش، مسئله خمینی در ایران یک فرد کاریزماتیک بودند و به همین خاطر هستش که امروز اگر ما در غیبت یا در واقع نبود این فرد کاریزماتیک هستیم، حداقل چی؟ حداقل یک تلاش مشترکی میطلبه که یک سلسله از افراد، یعنی بگیم چه میدونم 20 نفر، 30 نفر انسان‌هایی که در ایران و در خارج کشور هستن، حداقل ارتباط رو داشته باشن و بتونن در روند حرکت بعدی خودشون بیان نوعی عقل جمعی باشن که با توجه به آنچه که در جامعه میگذره به هر حال تا یه حدودی جامعه و تحولات اون و آینده اون رو رصد بکنند. ممنونم آقا، خستت کردم، ببخشید. عرضم به حضورت که یکی از مسائل، یعنی یکی از چیزهایی که مردم طلب میکنن همین جریان اپوزیسیونه. خب ما 40 سال در تلاشیم که ببینیم که این اپوزیسیون شک بگیره، ولی هی در نطفه خفه میشه. آیا این رو از منظر، بازم از منظر جامعه شناسی چجوری تعریف میشه؟ آیا اینا سابقه داره یا اینکه یه پدیده نوع تو قالب کانتنت خودش باید بررسی بشه؟ چه جوریه صحنه؟ ببینید، من فکر می‌کنم که واقعا آنچه که با انقلاب اسلامی روی داد و یک سلسله به اصطلاح تشکلاتی وجود داشتن، یا بگیم در چارچوب مارکسیسم یا ملی‌گرایی یا مذهبی، که اینها به یه نحوی نقشی رو ایفا کردن کم و بیش بالا و پایین و غیر و ذلک. بعد از اون دورانی شد که شدت سرکوب، شدت بحران‌های فکری، شدت بحران‌های سیاسی تا جایی رفت که به هر حال بخش مهمی از این اپوزیسیون متشکل یا نابود شد یا در واقع منحل شد به خود به خود، و یا اینکه به هر حال تا یه حدودی بخشایش به خارج انتقال پیدا کرد و بنابراین در فقدان یک فعالیت و یک بازنگری عمومی اینها در واقع به یک نوع در واقع میشه گفت خاموشی گراییدن یا حضوری که کوچکترین تأثیر ویژه‌ای بر روی جامعه ایران نداره. و من فکر می‌کنم که ما واقعا باید یه نگاه
جدیدی داشته باشه. یعنی شما الان نگاه بکنید، حالا مثلا احزابی که یا گروه ها یا سازمان هایی که وجود دارن تا این 40 سال اسمش فلان چیز هستش. خب در طی این 40 سالی که گذشته جناب آقای بهبهانی، شما حق دارید ازشون بخواهید. خب مثلا طی این 40 سال یک کدوم از این مثلا احزاب یا سازمان ها بیان به ما بگن که آقا خانم، ما این رساله مهم رو به وجود آوردیم که این رساله فقط مسئلهش تحلیل از مسئله نفت در ایران و اینکه چگونه مسئله نفت رو احتمالاً این کار یا اون کار بکنه، سرمایه گذاری چجوری باید باشه، چه مسئله مربوط به شغلها هستش، چه مسئله مربوط به سرمایه گذاری هستش، چه آیندهی برای این نفت و غیر و ذالک میشه به وجود آورد و غیر و غیره. در زمینه مسئله محیط زیستی شما میتونید به صلاح در جستجو باشید و حق شما هستش که این احزابی که 40 سال هستش بگیم که به هر حال، نه اینکه فلانجا ما موضع گرفتیم در پلتفرم موضع گرفتیم، نه خیر عزیز من، بحث بر سر کارشناسی است، بحث بر سر ایجاد و تولید افکار هستش. یعنی زمانی که میگید اقتصاد اسلامی ایران اقتصاد به اصطلاح رانتی هستش، این باید کار تحقیقات اقتصادی صورت بگیره و کسی که میگه من حزب سیاسی هستم این تحقیق اقتصادی رو باید مطرح بکنه، نه اینکه دو تا مقاله 5 خطی بنویسه و فکر کنه که مسائل رو به این ترتیب حل کرده و حرفا. بنابراین امروز زایش در درون این گروه ها وجود نداره. جناهایی که به سلام مسلمان هستند و نواندیش هستند، خب دارن کار خودشونو میکنن و خیلی فعال هستند. خب ولی اینها برای جامعه ما، امید جامعه ما نباید باشن. هستند ولی به نظر من نباید باشن، به خاطر اینکه این نوع پارادایم های اسلامی با توجه به این 40 سالی که سپری شد به طرز قطعی مورد نقد و رد شدن باید قرار بگیره. بنابراین یه بخشش اینه. یه بخش دوم در ارتباط با اصحاب سازمان های مارکسیستی هست. خب الان میگیم که وقتی باهاشون از نزدیک صحبت میگیم، خب دوست گرامی، این مارکسیست شما بالاخره چیه؟ به هر حال لنینیز زیر سوال رفت، مسئله مارکسیست کلی مورد انتقاد قرار گرفته شد، استالینیز فلان شد، کشورهای سوسیالیستی فرو ریختن. ولی که شما در مورد این بحران هم اصلا چیزی نمیبینید. یعنی مسئله این هستش که نوعی یائسگی، نوعی در واقع بیفکری، غیر تولید، و بنابراین خود اینم نوعی رانته. یعنی اینی که من چون چپ بودم، چپ هستم و چپ هم خواهم بود، بنابراین این کلمه واژه چپ به یک نوع رانت ایدئولوژیک تبدیل شده. آقا خانم، این دیگه کافی است. و بنابراین اون چی که واقعا مهم هستش، این احزاب در واقع در بخش مسلمانیشو گفتن، در بخش به اصطلاح مارکسیستی و همچنین در بخش های لیبرالی یا به هر حال سکولار و سکولارها، ملی ها، غیر و ذالک، همینا تلاشای بوده. من نمیخوام بگم این تلاشا نبوده، تلاشای بوده، ولی که پرزور نیست این تلاشا. این تلاشا با پیامدهای فکری برجسته نداشته. آخه کسی که میخواد برنامه بده برای یک مملکت با 4 تا پلتفرم، چه میدونم، یک صفحه‌ای که کار درست میشه. من امشب میتونم برای شما 10 تا از این پلتفرم‌های چند صفحه‌ای همین امشب در طی 1 ساعت بنویسم و پخش بکنم. آخه این به چه معنا هستش؟ من تحلیل میخوام. و به این خاطر هستش که من دیدم که در ارتباط با کار خودم، من این همه، خب من مخالفت با به اصطلاح دین اسلام داشتم و دارم به عنوان یک دانشگاهی، یا در ارتباط با قرآن نقد داشتم و دارم، ولی دیدم که کافی نیست. و به همین خاطر هستش که کتابی که الان زیر چاپ هستش، در واقع تا چند ماه دیگه میاد بیرون، علی‌القاعده، حدود 450 صفحه نوشتم در تحلیل این که چرا قرآن در واقع محصول یک حرکت 200 ساله هستش و به هیچ وجه رابطه با اون چی که مسلمان میگن رابطه اصلا با اون نداره. یعنی کار و تحلیل علمی لازم بود. یک کتاب دومی که الان زیر چاپ رفته، این حرفا، حدود 500 صفحه در تحلیل این نوع اندیشان دینی چه خطراتی این برای جامعه ما داشت و امروز داره، اینو باید تحلیل میکردیم. خب و به همین خاطر هستش که ما برابر این با جامعه سیاسی مواجه هستیم و جامعه حزبی مواجه هستیم که اینها در واقع اون تلاش لازمه، اون در واقع ابتکارات جدید، اون مدرنیزم فکری و اون در واقع شلختگی که وجود داره کماکان ادامه داره، نه کافی است. و به همین خاطر هستش که اساساً نه تنها این مطلب که یک مطلب اساسی هستش، مطلب دوم و بعد از این متوقف میکنم حرفمو، این هستش که امروز شما در نظر بگیرید اساساً احزاب قابل فکر هستن.
شما در نظر بگیرید در جامعه فرانسه حزبی مانند حزب سوسیالیست که یک حزب قدیمی و تنومند بود، امروز در واقع به چند تیکه تقسیم شدش و امروز بحث بر سر این هستش که آیا به فرض سوسیال دموکراسی بر پایه آنچه که تا به حال بود از حدود یک قرنی که این سوسیال دموکراسی کمی بیشتر بود، آیا میتواند به همون ترتیب خودش ساماندهی بکند و امروز به این نتیجه زن نخیر، نه از نظر ساختار تشکیلاتی نه از نظر فکری. بنابراین این بحران یا مثلا جناح راست فرانسه شدیداً در بحران وجود دارد. در اروپا در واقع بخش مهمی از این احزاب هم از نظر تشکیلاتی و ساختاری هم از نظر در واقع سیاسی و مزونی زیر بحران قرار گرفتن و بخش مهمی از اونها منشعبات انشعابات گوناگون به وجود آورده. سلسله مراتب به اصطلاح ساختار تشکیلاتی که اینها داشتن به لحاظ همین نقش به اصطلاح تکنولوژی های جدید، کنفرانس هایی که از طریق شبکه های به اصطلاح تکنولوژیکی میشه برقرار کرد و مدیریتی که نه مدیریت در واقع عمودی بلکه مدیریت های افقی امروز مورد نظرشون هستش. بنابراین ما از این باید بیاموزیم، یعنی چی؟ از خودمون رو در بستر این تحولات فکری باید قرار بدیم. بنابراین از آنچه که امروز هست من شخصا دوست گرامی هیچ امیدی بهشون ندارم و به همین خاطر هم هستش که در طی این 40 سالی که گذشت در هیچ حزب سیاسی و یا گروه سیاسی ایرانی نرفتم و عضو نشدم، ولی در این حال که اعتقاد دارم که جامعه دموکراتی احتیاج داره به نوعی فعالیت سیاسی، ولی که این چه که امروز باقی مانده، آنچه که امروز باقی مانده این سیستم های تشکیلاتی که بر اساس نوعی دوگماتیزم، نوعی در واقع فرصت طلبی هستش، نوعی در واقع خودسانسوری هستش، نوعی مکانیزم های در واقع فردگرا هستش، نوعی مکانیزم های سرکوبگرا هستش، همه اینها دیگه کاملا به کنار. ما چنین مکانیست هایی رو به ما کمک نخواهند کرد که گامی به جلو برداری. بنابراین این یکی از چالش های برجسته اپوزیسیون خارج کشور هستش و از جمله در داخل ایران هستش که ما امروز در پی چه مضمون، چه به اصطلاح پروژه های سیاسی فرهنگی و از سوی دیگه دارای چه مکانیست های تشکیلاتی و سازمانی باشیم که با خودش نوآوری و ابتکار و خلاقیت رو همراه داره. خیلی جالبه، یعنی اینکه در عین اذعان به اینکه بایستی که سازمان داشت، تشکیلات داشت، ولی سازمان و تشکیلات ها یه جوری هستن که نمیتونن، فاقد اون کاریزما هستن. این هم یه پدیده غریبیه که تو جای خودش باید بررسی بشه. البته من چون معتقد به اخلاقم و معتقدم که اخلاق یه دیسکورسه، دیسکورس بدون قدرت معنا نداره، بنابراین چون قدرت دست حاکم است، بنابراین دیسکورسی رو که حاکم تعیین میکنه اون موفقه، و چون حاکمیت در ایران یه حاکمیت بی اخلاق است، در نتیجه بی اخلاقی دیسکورس اول جامعه است و این یه واقعیته و بایستی با این مقابله کرد. تنها راه مقابلهش هم این استش که این حکومت رو به زیر کشید. اما همین الان مثلا ما میشنویم که میگن 1000 و چند نفر رو دستگیر کردن. خب اگه بریم نگاه بکنیم ببینیم که این 1000 و چند نفر کیا هستن؟ آیا همجور مثلا یارو تو خیابون رد شد یا یارو رو گرفتن؟ خب چنین چیزی نیست. برای اینکه نگاه میکنیم به فیلم ها که نگاه میکنیم، به عکس ها که نگاه میکنیم، میبینیم که پلیس در کنار اینا، یعنی نیروی انتظامی هر چی اسمش هست، نیروی سرکوب، اینا حلقه میزنن دور مردم، مردم هم حرفشون رو میزنن، اینا مداخله نمیکنن، جدی نمیان مردم رو بزنن. هم وحشت داره، همین هم که میدونه که حق به تایی دلش، میدونه حق به جانب اینه، خودش هم از جنس اینه، خودش هم همین تخم مرغ رو باید بخره، همین کرایه خونه رو باید بده، همین حقوق رو نگرفته. همه اونایی که اون طرف مقابل داره، این نیروی انتظامی هم همونا رو داره، یعنی میدونه که این حق به جانب اینه. و بعدم اون فرمان سرکوب هم نیومده که سرکوب کنه، هر موقع که اون فرمان بیاد این سرکوب میکنه. ولی بریم ببینیم که این 1000 تا 1100 تا 1200 تایی که گرفتن کیا هستن. طبیعتا اینا حمله کردن و کسانی که پتانسیل فرماندهی و رهبری رو دارن اینا رو دستگیر میکنن.
و توی جمعیت هم اگر که برن و بخوان از میون جمعیت معترض هم دستگیر بکنن، منو دستگیر نمی کنن، چی نیست، ولی اون کسی رو فوکوس روش میکنه، تمرکز روش میکنه که میدونه این داره اون وسط نقشه در حقیقت محوری داره. حالا با توجه به این، با توجه به این که ما میدونیم تا زمانی که این نظام هست اوضاع همین است و باید این نظام سرکوب بشود، راه این که این رهبران محافظت بشن به نظر چیه؟ چجوری باید عمل بکنه؟ چی به نظر شما؟ میدونم که من و شما که کار چریکی نکردیم که تجربه شخصیمون رو بیایم بگم، ولی عقل ما به ما چه میگوید؟ عقل ما به ما این رو بگه که ما تنها، ببینید الان اتفاقا همون نکته اولی که مطرح کردید و منم این رو تایید میکنم، یعنی که و همین صحبتی هم که قبل از مصاحبه با چند تا از جوانای ایرانی داشتم، اونا همین رو میگفتن که الان خیلی ها به اصطلاح نوع، گرچه 22 3 4 نفر کشته شدن و گرچه حدود 1000 نفر در واقع دستگیر شدن، ولی که در خیلی از موارد هستش که هجوم مستقیم اینا نمی کنن و در واقع به اون ترتیب که در زمان دوره تقلب احمدی نژادی می کردن به اون ترتیب عمل نمی کنن. این به چه خاطر هستش؟ این یکی این که مسئله این هستش که به هر حال همونطور که ما میخوام درس بگیریم، اینها هم درس میگیرن، یعنی اینها اینطوری فکر ممکنه بکنن که اگر چنانچه این واکنش رو شدیدتر بکنن، به چه بسا این مسئله جریتر بشه و به اصطلاح خشم افراد افزایش پیدا بکنه. از سوی دیگه ما باید این رو در نظر بگیریم که چی؟ و اون این که البته اصلاح طلبا میگن که این خود رژیمی ها هم این رو به حال وارد رفتار فردی خودشون کردن. حالا به فرض و شما در نظر بگیرید امروز اروپا در ارتباط با سیاست اتمی ایران مدافع دولت جمهوری اسلامی و برای نگه داشتن اون قرارداد هستش، در این حالی که آمریکا مخالف هستش و از سوی دیگه مسئله موشک ها رو مطرح میکنه و اساسا خود اون قرارداد اتمی رو میخواد زیر سال ببره. خب اروپا میگه نه، این قرارداد باید داشته باشیم، ولی مسئله موشک ها هم باید وارد مذاکره بشیم. خب بنابراین در این لحظه که پشتیبانی اروپا نسبت به رژیم ایران وجود داره و از سوی دیگه ایران احتیاج داره به این پشتیبانی، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همین پولهای نفتی رو که آغاز کرده که گیر بیاره و برگردونه به سیستم داخلی خودش، فقط و فقط تنها یک شرط میتونه به رژیم ایران اجازه بده که این پولهای نفتی رو بکشه به داخل خودش، و اون هم مسئله به اصطلاح نوع روابطش با اروپا هستش. به همین خاطر در ارتباط با مناسبات ایران از جمله با فرانسه بین روحانی و آقای مکرون صحبتی بود و از جمله حرفی که آقای مکرون گفته بود به روحانی این بود که در برخورد به تظاهر کنندگان باید در واقع ملایمت داشته باشید، به کلمه خودتونی، یعنی جلوی خودتون یه مقدار باید بگیرید. این حرفی بود که به آقای روحانی گفته بود و روحانی هم برگشته بود که بله ما دموکراسی داریم و غیر و ذالک. خب اون تبلیغات خود چه میتونه بکنه؟ یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم از این زاویه هم یک در واقع فشار جدیدی روی سیستم حکومتی وارد میاد. در ایران کسانی هستن که میخوان چه بسا بزنند و بکوبند جنبش رو به شکل خاط، ولی کسانی دیگه ای هستن که به هر حال هم در ارتباط با اینکه این اقدام سریع ممکنه به واکنش شدیدتر بشه و از سوی دیگه احتیاج به چی؟ به پولها و مسئله اروپا دارن و به این خاطر هستش که این دوتا تاندانس، این دوتا گرایش در کنار هم قرار گرفتن و تا لحظه کنونی به هر حال ظاهرن جنبه غالبش همون توجه کردن به خواست اروپا و در این زمینه نوعی به اصطلاح مدارا کردن باشه. حال با توجه به این نکته‌ای که شما مطرح می‌کنید، خب امروز در ایران در ارتباط با کسانی که اینها میخوان، اگر حالا متشکل نباشن، افراد برجسته رو میخوان، افراد سامانده رو میخوان، افراد به هر حال کسانی که نوعی میلیتانتیسم دارن میتونن در واقع ساماندهی بکنن، سازماندهی بکنن، اونها برای رژیم خطرناک هستن. ولی که ما چگونه میتونیم تا یه حدودی به اصطلاح اینها رو مورد
حالا حمایت که نه، ولی چگونه میشه از ضربه پذیری در واقع کاست. من فکر میکنم که یکی از مسائل واقعا این هستش که جامعه جهانی باید به نسبت به این افراد آگاهی پیدا بکنه و بیش از پیش خبر این افراد به جامعه جهانی داده بشه. هرچند که جمهوری اسلامی جمهوری هستش که قاعده جهانی رو به رسمیت نمیشناسه، یعنی آبرویی در این زمینه تا به حال نشون داده که نداره، ولی که به هر حال اونجایی هم که با به اصطلاح یه مقدار احتیاط برخورد کرده به خاطر این بود که چشمهای جامعه جهانی رو متوجه خودش میدیده و به این خاطر هستش که این جامعه جهانی باید در ارتباط با وضعیت داخلی ما مداخله نظری داشته باشه، ببینه این مسئله رو. بحث من بر سر این نیستش که یک قدرت دیگه به فرض استعماری در داخل ایران مداخله، به هیچ وجه. بحث من بر سر اون چشم حقوق بشری یا اون چشم در واقع حافظ اون مسائل مهم جامعه ما هستش که این به اطلاع جهانی باید برسه و در سطح جهانی بتونه این جنبش و جامعه ایران باز بیش از آنچه که تا به حال بوده متحدین خودش رو به نحوی گیر بیاره، متحدین فکری خودش رو، متحدینی که میخوان به با اون همبسته باشن، میخوان ابراز در واقع پشتیبانی بکنن. بنابراین یک جنبش این هستش. یک جنبه دیگه هم که باز میشه در این زمینه مطرح کردش، به هر حال توی داخل بیشتر ضربه پذیری در داخل البته میتونه باشه، این هستش که به هر حال شما در نظر بگیرید امروز کسانی هستن که از طریق همین به اصطلاح فیسبوک ها این حرفا نظرات خودشون رو مطرح کردن، کسانی هستن که مستقیما به خامنه ای در واقع انتقاد کردن و انواع اقسام انتقادها و نامه های گوناگون پیوسته نوشتن و علارامی که پیوسته رفتند و بیرون آمدند از زندان، کماکان اینها به فعالیت افشاگرانه خودشون نسبت به این رژیم ادامه میدن. بنابراین بند دوم این هستش که از این امکانات به اصطلاح تکنولوژیکی استفاده بشه، پیام خودشون رو شفافتر در واقع مطرح کنن که از طریق این استفاده و این پیام شفافتر برای خود بتونن ایجاد شرایط حفاظتی بیشتری رو در واقع تولید بکنن. و به این خاطر هستش که اون وقت بند سومش هم این هستش که ما به محض این که در واقع هر گونه این افراد مورد ضربه، مورد تهمت، مورد به هر حال توطئه رژیم میخواد قرار بگیریم، ما در خارج بلا فاصله واکنششون بدیم، در برنامه ها، در از تلویزیون شما گرفته تا وی او تا نمیدونم بی بی سی تا هر گونه در واقع وسیله‌ای که وجود داره، اینها بلا فاصله این رو به یک تم مرکزی تبدیل بکنن، اسم فرد رو بیارم و بخوام که در واقع این فرد بتونه زندگی عادی خودش رو ادامه بده. به این خاطر هستش که من فکر می‌کنم که به هر حال ما نمیتونیم یه چیزی از این حکومت در واقع یک سندی بگیریم اون که پاش امضا بکنی که اون خطا نخواهد کرد. نخیر، به هیچش. جمهوری اسلامی فقط زیر فشار، فقط زیر این مکانیزم مناسبات گسترده جهانی، فقط زیر در واقع انتقادات گسترده به انبوه میشه تا یه حدودی دست بال اونو بست، و الا این رژیمی هستش که سر تا سر این عمر 40 سالش از جنایت در واقع هیچ کوتاهی نکرده و هیچ موقع نسبت به این رژیم هیچ موقع اعتماد نمیشه کرد، و نه تنها به این رژیم و کل این جناح به اصطلاح برایت فقیهی و اصولگرا، و امروز من اضافه میکنم حتی به اون بخش از دیگه از این حکومتگران یعنی به اصطلاح اصلاح طلبان هم، به اونها هم هرگز اعتماد نکنین. این شعاری بود که معترضین این روزهای اخیر به ما گفتن که مسئله اصولگرا و به اصطلاح اصلاحگرا و اصولگرا این ماجرا دیگه تموم شده، و بنابراین امید خودشون برای گسترش نیروهای جوان، نیروهای جدید، نیروهای پرنفس که خواستار جامعه سکولار باشن، جامعه آزادمنش باشن، جامعه‌ای که دین درش مداخله نباید بکنه، آزادی و برابری زن و مرد رو بخواد، و به این خاطر هستش که بنابراین کسانی که در برابر این شعارها قرار میگیرن کسانی هستن که مخالفین آزادی و دموکراسی هستن. بنابراین نیروهای بالنده اون نیروهایی خواهند بود که مستقل و در رأس ذهنشون منافع
ملی ایرانیان هستش و بر اساس این بر پایه یک همبستگی برای رسیدن اون شعارهای اساسی میخوان فعالیت خودشون رو ادامه بدن. ممنونم از شما. اگه خاطرتون باشه روز دوشنبه که با هم صحبت میکردیم من اشاره کردم به این که خب این کاملا معلومه که این حرکت یه ابتدا به ساکن یه حرکتی بودش که از طرف خود دستگاه شکل گرفت در مخالفت با بخش دیگه از دستگاه و گفتیم که تو این وسط شما نگاه میکنیم اینی که احمدی نژاد که تا دیروز بود وسط صحنه یا غیبه الان دیگه نیست، او که مردم رو دعوت میکرد به پشتیبانی از خودش دیگه نیست و واقعا اونم نیروی نداره، اگر نیرو داشت اون ماجرای نشسته نمیدونم تحسن در شب درزیم خب مردم میرفتن، مردم میدونن که یکی از عاملهای بدبختیشون همین احمدی نژاد و ماجرای 88 مردم اینا رو فراموش نمیکنن. ولی بعدم بعض رسوندم که اینا در اون دعوای بالا بالاخره دارن با هم بحث میکنن گفتگو میکنن و اینکه میبینی سرداران سپاهی که پس از دیگری یا احمد خاتمی امروز اومده گفته تموم شد و اون یکی جعفری دیروز گفت همه رو بستید، در حالی که نبستن، در حالی که مردم در جای جای ایران تو صحنن و حتی ماجرایی که تو شهرهای مختلف هست، گرچه که در تهران و شیراز و اصفهان قدری مهار شده است و کنترل میکنن نمیذارن تجمع کنن، ولی گاهن مردم شبها جمع میشن شعار میدن جمع میشن دور میشن و این داستان تمامی نداره، ولی اونها قصدشون در نهایت این خواهد بود که اگر بتوانن اون بخش دیگر، میدونیم که مثلا خاتمی رو برای قبر خواهرش هم نمیذاشتن خونه بیاد بیرون، برای هیچ مراسمی ایزه نمیدادن بیاد بیرون، اون یکی دایی که عکسش رو زده بود کشیدنش به محاق گفتن آقا چرا عکس اینو تو روزنامه چاپ کردی، حالا چه اتفاقی افتاد که یه مرتبه به اون آوردن رئیس مجمع روحانیون مبارزش کردن حرف بزنه، اینا اگر که کار به روش پیش بره زیباترین سناریوشون این خواهد بودش که همین گروه دوباره به خیابون بیارن، یعنی موسوی کروبی رو آزاد کنن خاتمی رو بیارن تا یه وچه ملی به خودشون بدن، ولی من فکر نمی کنم که این عقب نشینی کمکشون بکنه، بلکه مردم رو جریحتر خواهد کرد، برای اینکه اگر اونا بیان مجبورن که فضا رو باز کنن و باز شدن فضا همانا و ادامه یه پیشروی همان، مهمترین مسئله شون وضعیت مالیشونه، مهمترین مسئله الان هم در شورای امنیت که من جلسه گذاشتند و نشستن دارن حرف میزنن، روس ها هم مخالفت میکنن، اینا همه حرف غربی ها، شما مشاره کردی غربی ها حامی اینا هستن، غربی ها نمیخوان این ما برن، ولی میخواهن که اینا تغییر منش بدن، تغییر روش بدن. آیا پرسش آخرم اینه که میتوانه این تغییر روش بده؟ آیا میتواند از این رفتار سبوعانش دست بکشه؟ میبینین چه چیزی رو در ناسیه این رژیم یا نه؟ بله، این سوالیه که طی 40 سال برای ما مطرح هستش. به هر حال تا به حال آنچه که اتفاق افتاده رویدادی به سوی به اصطلاح وضعیت خوب اتفاق نیفتاده و مسئله این که هستش اینه که به هر حال آیا زیر فشارهای جهانی اینها میتونن تغییراتی بدن و این چه البته تغییراتی بدن و این البته سناریوی به اصطلاح خوشبینانه ما هستش که به فرض در با وجود این رژیم در واقع که اینها زیر با این تنشی که در جامعه به وجود آمد و این اعتراضاتی که روی داد و نشون داد این اعتراضات که میتونن به سرعت سیاسی عمل بکنن، هدف رو مرگ خامنه ای قرار دادن، یعنی مرگ خامنه ای که سرنگون باید بشه به این معنا، و به این خاطر هستش که در واقع اینها زیر فشار و اروپا در واقع هم به لحاظ مناسباتی که با ایران داره جمهوری اسلامی داره، همین که به هر حال وضعیت چیز وضعیت خود خاورمیانه از نظر اروپا میتواند آشفته تر بشود با توجه به
تحولاتی که در ایران میتونه روی بده این حرفا، و بنابراین بیشتر امیدشون این هستش که با وجود این خود این جمهوری اسلامی بتونن یک نقشه های جدید و برنامه جدید بریزن، که هرچند که در این زمینه اختلافات زیاد هستش، به خصوص به اصطلاح نگاه آمریکایی‌ها با اروپایی‌ها، ولی به هر حال اون چیزی که میتونه احتمالا اتفاق بیفته، نکته‌ای که شما گفتید یکی از به هر حال چیز سناریو هستش که اینها به اصطلاح نشون میده، چون حدود دو سه روز دیگه دوباره خامنه ای میخواد صحبت بکنه، آیا خامنه ای به اصطلاح تکه رو روی این خواهد گذاشت که بکوبید و بزنید و به هر حال ادامه دستگیری باید کرد و بنابراین یک به اصطلاح سیاست رادیکال و حاد نسبت به مردم، و یا اینکه به نحوی اعلام بکنه که به هر حال یه امتیازاتی بخواد بده و این امتیاز دادن ها از جمله خودش رو در این منعکس بکنه که چی؟ که اینکه به فرض آقایون کروبی و به اصطلاح موسوی بیرون بیان، که البته به راحتی هم بازی نمیتونه، به خاطر اینکه خامنه‌ای به شدت ضد اونها هستش و نمیتونه این مسئله برای اون یک مسئله شخصی دقیقا شده این حرفا، و به این خاطر هستش که بفرض حالا حتی در این زمین هم جلو بره و اونها رو بخواد به هر حال در یک گام هایی به نحوی پیامکی بده، یک چراغ سبزی بده که اونها بفرض مثلا در یک مدت دیگه بفرض بیان بیرون یفا، که به این ترتیب برن به سوی جامعه کمی آرامش دهنده. ولی که مسئله مرکزی این هستش که نهاد این سیستم، نهاد این طبیعت این رژیم، این آرامش آور نیست. اینها به همون مکانیسم های راندخارانه، به همون مکانیسم های فساد، به همون مکانیسم های در واقع رشوه‌گیری، با همون مکانیسم های استبدادی ادامه خواهند داد، و من این حرکت ها رو یه حرکت های جانبی میبینم، بیشتر احساس میکنم این سیستم فلاحی فقیهی اصلاح پذیر نیست، و بنابراین اصلاح پذیری در این خواهد بود که اعلام کنه که ولایت فقیه بدون ولایت فقیه. آیا خامنه‌ای میتونه همچین چیزی اعلام بکنه؟ هرگز. و به این خاطر هستش که ما در واقع باید در نظر بگیریم که امروز در این جامعه اتیک، شما صحبت از اتیک کردید یا اخلاق اجتماعی، که امر بسیار بسیار مهمی هستش در جوامع، که اتیک رو باید از مذهب جدا کرد. اتیک خودش یک مقوله دیگه هستش، به خاطر که پیوسته در طول تاریخ ادیان خواستن بگن که تنها اخلاقی که وجود داره همون اخلاق مذهبی هستش و خارج از مذهب هیچ اخلاقی وجود نداره، و این یک دروغه، یک شیادی هستش. به هیچ وجه ما اتیک داریم وقتی ما میگیم حقوق بشر، در ضمن یک اتیک هستش، اخلاق هستش. زمانی که میگیم دوستی های به اصطلاح صادقانه رو باید رعایت کرد و باید داشت دیگر رو، این جزء اتیک هستش. زمانی که ما میگیم که از ملت هایی که برای علیه استبداد مبارزه میکنن، یک نوع اتیک هستش. زمانی که میگیم که به هر حال درست کار باشیم، کردار نیک، گفتار نیک، پندار نیک، این در واقع یک اتیک هستش. بنابراین اینها که مناسبات اونی که ما در جامعه میخواهیم چه نوع مناسباتی باشه، و این اتیک بنابراین هم یک فرهنگ، هم یک فرهنگ، هم یک سیاست، هم در ضمن یک سلسله قواعد هستش. یعنی چی یک فرهنگ؟ این وقتی من میگم اخلاق، این در واقع باید بر منی که به این اعتقاد دارم، اخلاق یعنی چی؟ یعنی من میگم اگر به فرض انسان ها حق دارن که آزاد باشند و حق دارن بیان بکنن نظرات خودشون رو، من این رو امروز با دانشجوی خودم میگم که شما حقتون این هستش که آزاد باشین، حقتون این هستش که از هر چیزی انتقاد بکنید، از قدرت انتقاد بکنید، از مذهب انتقاد بکنید، از کارما انتقاد بکنید، و از رفیقتون انتقاد بکنید، و از استاد انتقاد بکنید. بنابراین چی؟ آموزش دادن به اینها هستش. همین امشب نوای من 6 سالش هستش، به نام در واقع رافائل، کیان رافائل. من وقتی رفتم توی اتاقی چراغو یادم رفت خاموش بکنه، یفا اومد جلو من گفتش که بابا جون اون چراغی، اون اتاقی که رفتی چراغو خاموش نکردی، یادت باشه من به جای تو چراغو خاموش کردم. یعنی بچه 6 ساله امروز دیگه در ذهنش رفته که بی خودی
پول نباید هدر داد. چراغ وقتی احتیاج نیست باید خاموش بشه. بنابراین مسئله فرهنگی اینکه سلام باید بکنه، اینکه مؤدب باید باشن، اینکه نسبت به انسانها و زندگی انسانها باید حساس باشه، اینکه نسبت به رنج و درد انسانها باید حساس باشه، اینکه بخواد انتقال دانش بده، همین ها چه اتیک هست. و بنابراین اینها رژیم یک اتیک رو، اتیک اونها چیست؟ اتیک اونها در واقع همون چاخانها، همون در واقع فساد، همون دروغگویی هستش، همون در واقع شیعه‌گری که امروز شیعه‌گری به عنوان یکی از ابزارهای قدرت مداری در جامعه ما هستش، همون یکی از ابزارهای رفتن به سوی فساد بیشتر در جامعه ما هستش. برابری این سیاستگران فاقد اون اتیک انسان به اصطلاح انسانی هستن، فاقد در واقع اون همبستگی‌های لازم برای جامعه بشری هستن، فاقد اون اتیک مربوط به خوشبختی انسان‌ها و آرامش خاطر انسان‌های ایرانی هستن. بنابراین این اتیک نه اتیک اونها انسانی دارن، اتیک طبقاتی روحانی و باندهای حوزوی خودشونو دارن. از نظر سیاسی اینها فاقد اتیک هستن. اتیک یعنی چی؟ به شکل به معنای دموکراسی، به معنای پلورالیسم، اتیکس این حداقل صداقت رو داشته باشه که جامعه رو باز بکنی، اینها هم چیزی رو ندارن. و بنابراین تنها چیزی که میشه احتمالا مثلا بهش گفت این که آیا در جامعه تناسب قوا میتونه اجازه بده در یک زمانی که اینها عقب نشینی بکنند در این زمینه یا اون زمینه، نه به خاطر اینکه اخلاقی اونها تغییر پیدا کرده، نه به خاطر اینهایی که اینها به اصطلاح توجه خواهند کرد به مسئله محیط زیست ما. محیط زیست ما رو اینها برایشون کوچکتر ارزشی نداره. اونها تمام کمک ها رو به نهادهای مذهبی میکنن که نهادهای مذهبی مردم رو در واقع خرافه پسند و خرافه پرست بکنن، ولی یک ریال بابت در واقع محیط سیستم ما کار نخواهند کرد. بنابراین همه این ماجرا به این نکته میخوام فقط بپردازم و خاتمه بدم حرفم رو، این استش که مسئله اینها آیا کوتاه خواهند آمد؟ من فکر نمی کنم از مدار اصلی هستی خودشون که ولایت فقیهی و اون سیستم راندخار باشه از این کوتاه نخواهند آمد. و بنابراین مسئله استبداد گرایی در بطن و در طینت وسلا قشری اینها، دینی اینها و سیاسی و مالی اینها هستش. ولی کن در نظر تاکتیک هایی که در مثلا مدیریت جامعه هستش میتونه بله کوتاه مثلا تغییراتی به وجود بیاد. یه روز مثلا یه شبکه ها رو شدیداً کنترل میکنن، یه روز کمی بازش میکنن و میذارن که مثلا نفس هایی کشید بشه، یه روز تمام خانوم ها رو زیر فشار قرار میدن، یه روز دیگه چه بسا اینا پس از مثلا به فرض استادیوم ها رو بگن که خب خانوم ها مثلا میتونن بیان اینا. اینها در واقع جنبه های فرعی هستش که یا جنبه های تاکتیکی هستش که رژیم چه بسا بتونه این کارا رو بکنه. ولی خواست ما فقط این نیست، خواست ما برچیدن یک نظام دینی ولایت فقیهی هستش که این نظام با رفتنش ما رو بتونه در واقع به سوی دموکراسی، سکولاریز، جدایی دین از مذهب، دین از سیاست کمک بکنه که بتونیم در این بستر به خواستها و خواهش‌های مهم جامعه و مردم در واقع رسیدگی بشه و مسئله محیط زیست ایران در واقع نجات پیدا بکنه و بتونیم ما به عنوان یک ملت در این جامعه جهانی یک با افتخار حرکت بکنیم و تمام نیروها و توانایی خودمون رو در عرصه جهانی در واقع به کار ببریم برای ملت خودمون و برای تمام ملت‌هایی که میتونن در واقع در این راستا همکار ملت ما باشند. ممنونم از شما. سپاسگزارم آقا. بسیار جامع و دقیق استفاده کردیم. برای شما آرزوی بهترین دارم، برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت، نوه کوچولوی شما که او هم به ما درس میدهد. از شما ممنون و سپاسگزارم. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. ممنونم جناب. متشکرم. به حال شنیدیم فرمایشات آقای ایجادی رو. امیدوارم این صحبت ها هم به ما کمکی بکند. اگر این برنامه ها مورد توجه شما هست، اگر فکر میکنی که کمک داره میکنه، اسالوت کن که از هر طریقی میتوانی این رسانه رو یاری برسان.
مهمترین بخش اینه که سایت میهن تیوی رو به دوستانت معرفی بکن، نه بگو تلویزیون میهن، بگو سایت میهن تیوی، برای اینکه وقتی به سایت میهن تیوی بیاد او دسترسی به اخبار داره، دسترسی به مقالات داره، دسترسی به یادداشت‌های روزانه داره و کلی داستان هست توی اون سایته، میتونه تیک تیکش رو نگاه بکنه. البته که لینک ها مهم است، سخنان این بزرگان مهم است، همه اینا لینک های صوتی و تصویریش هست در همون صفحه اصلی وبسایت میان تیوی. ولی مهمترین دغدغه وضعیت مالیه. من هرچی استدعا میکنم پاسخی مستقیم نمیشنوم. ما نیاز داریم یه عده آدمی جمع بشن، تعهد بدن، یه مبلغ معینی رو برای مدت معینی حداقل تعیین کنن که آقا ما اینو حمایت میکنیم و ما بتونیم بر اساس اون برنامه ریزی بکنیم که بتونیم حداقل بدون یه پولی میاد این پول رو در این راه خرج بکنیم. اگر میتوانید در این شرایط بحرانی به ما یاری برسان، از همه لطفت سپاسگزارم. ممنونم از شما.